تینگ 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 عاشق اینجا هم. خیلی قشنگ، خیلی حس خوبی بهم داد، یعنی انقدر حسش قوی بود که بوی چمنای اونجا رو داشتم حس میکردم، انقدر زنده بود تصویره. سلام، چطور میدارید عشق آمونم؟ کارتون عالی باشه. فریسا هستم در چنل پریفار. مرسی که دارید منو نگاه میکنید. قربون شکل مایتون باش به کلاتون. اینجا جاش نبود ولی یه دلم کشید که بچه ها ماچتون کنم. من برگشتم با یک ویدیو دیگه. میخواییم بریم به هرات ببینیم چه خبره. با من همراه باشید. مرسی که ویدیو رو لایک میکنید، سابسکرایب میکنید، منو به دوستاتون معرفی میکنید. تیک تاک و اینستای منم اینجا هست، اونجا هم منو همراهی بفرمایی، چون استوریایی میذارم که باید توش مشارکت کنید. خوشحال میشم. بچه قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم، لینک اصلی ویدیو در دسکریپشن هست، حتما سابسکرایب کنید. زحمت زیاد کشیدن. حاضری؟ بزنیم بریم. لینک به نام خدا. نام خدا. بکنم منو میشناسید، ریاکشن منو بچه ها دیگه اینجوری کف دستتونه که لینک اینجوری میفرستید. آخه با این آوا که شروع شد که دیگه برای من حال میمونه، الان من باید گریه کنم که چه سوزی داره صداش. های همه شرای دنیا ای میراب جان، نما سمای شهر نمیشه. به هرات خوش آمدید. هرات یکی از قدیمی ترین شهرهای افغانستان است که ریشه های آن به آریانای باستان می رسد. هرات دومین شهر پرجمعیت این کشور به شمار می آید که از لحاظ مساحت جغرافیایی نیز از بزرگ شهرهای این کشور است. ولایت هرات دارای 15 ولسوالی می باشد. مرکز آن شهر هرات بوده که دارای 15 ناحیه شهری است. هرات در غرب افغانستان در یکی از هموارترین مناطق جغرافیایی موقعیت دارد. هرات دارای آب و هوایی معتدل است، بهاری دلپذیر، تابستانی پر از باد که به بادهای 120 روز معروفند، خزان معتدل و زمستانی نچندان سرد است. چقدر آب و هوا نزدیک هست به ایران؟ نه پس، ولی خیلی نزدیک هست و یعنی قشنگ میتونی بفهمی. منی که در افغانستان نبودم میتونم حسش کنم چهار فصل بودن و که به بادهای 120 روز معروفند، خزان معتدل و زمستانی نچندان سرد است. هرات را در گفتارهای ادبی و رسمی هرات باستان میگویند. نماد هرات مسجد جامع بزرگ این شهر است. این شهر از بابت مناره ها و ارگ تاریخی، معماری های عالی و مجلل خود شهرت دارد. انقدر قشنگ و تمیز ساخته شده این بنا که انگار از این چی میگن؟ ماکت. اینه این ماکت هایی هست که با دست میسازن دوره های آموزشی مهندسی. اینه که کوچولو با مقوا ساختن، اینقدر تمیزه. داشته و در گذشته و حال
یکی از مراکز عمده آموزشی شمرده شده است. شهر هرات در سال 2009 پس از بررسی‌های شهرهای مختلف جهان توسط سازمان یونسکو، شامل برنامه هزار شهر و هزار زندگی این سازمان و همچنین نامزد شمولیت در لیست میراث‌های فرهنگی جهان گردید. در ولایت هرات بیشتر از 850 بنای تاریخی و باستانی وجود دارد که بیشتر این ارزش‌های تاریخی در مرکز شهر واقع شدند. شهر هرات شامل شهر قدیم و شهر جدید می باشد. آب و هوای متنوع، طبیعت متفاوت و زیبا، رسوم و عنعنات منحصر به فرد، تمدن غنی و باستانی و آثار تاریخی آن از جاذبه‌های گردشگری این شهر هستند. هرات به دلیل داشتن دو مرز مشترک با کشورهای ایران و ترکمنستان و داشتن بزرگترین شهرک صنعتی افغانستان، کلانترین مرکز تجاری کشور به شمار می‌آید. هرات میزبان نزدیک به نیمی از فعالیت‌های صنعتی افغانستان است. هرات شهر آموزش و پرورش. پوهنتون دولتی هرات دومین پوهنتون بزرگ در کشور می‌باشد. ساختمان‌های زیبا و مدرن، لابراتوارهای پیشرفته، کتابخانه‌های غنی، صنوف درسی مجهز و مهمتر از همه استادان نیرومند به این پوهنتون برتری خاصی نسبت به دیگر پوهنتون‌ها در سطح افغانستان بخشیده است. سالانه صدها تن از جوانان کل افغانستان از 16 پوهنزه و 71 دیپارتمنت این پوهنتون. بچه همچین رفتم تو برای ویدیو که انگار نه انگار که شما اینجا نشستید، عذرخواهی می‌کنم، ولی برام جذابه، خیلی باحاله. مستندها اینجوری قبلا هم گفتم خیلی باحاله، خیلی حس خوب میده. یعنی بعضی وقتا میگی کاش قبلش دیده بودم که الان یه حرفی داشتم با شما بزنم، ولی خب نمیخوام یه ریاکشن فیک بشه و اینکه شما کاملا باهوش هستید، مجبورم که الان بشینیم با هم نگاه کنیم. واسه همینه که خیلی میرم تو بره ویدیو. عذرخواهی میکنم، همه با هم ببینیم. تون فارغ التحصیل میشم. موجودیت این پوهنتون و پوهنتون‌های خصوصی و شروع اشتیاق مردم هرات به کسب علم و دانش، ولایت هرات را به عنوان مرکز علم و فرهنگ در سطح افغانستان معرفی کرده است. در کنار پوهنتون دولتی، 9 پوهنتون خصوصی نیز در هرات فعالیت دارند که همه ساله صدها تن در رشته‌های حقوق و علوم سیاسی، انجینیری، روانشناسی، ادبیات، شرعیات، اقتصاد، طب معالجوی، طب دندان، کامپیوتر ساینس، زراعت، علوم اجتماعی، ژورنالیسم و ادبیات انگلیسی فارغ التحصیل شده. دیگه چیزی هم مون؟ باریکلا، آفرین. و مدارک تحصیلی معتبر به دست می آورد. هرات شهر پیشتاز در آموزش‌های حرفه و فن. از سال 2008 بدین سو بچه ما یه درس راهنمایی دیگه توی یه درس حرفه و فن داریم دیگه. من از کل چیزایی که توی یک کتاب یاد گرفتم فقط سالا دلویش یادم موند و به کارم اومد. اینجوریه. مرکز آموزشی انصاری بیش از ده‌ها فنون و مهارت‌های نیاز بازار را برای جوانان آموزش می‌دهد. با حمایت‌های اقتصادی مؤسسه هلپ آلمان، هر سال بیش از 1000 نفر جوان، مرد و زن توسط اساتید مجرب و حرفه‌ای آموزش داده می‌شود. همچنان خدمات صحی و کودکستان توسط این مرکز به طور رایگان ارائه می‌شود. بچه‌ها یه چیزی که می‌خوام بگم، اگر دوستان عزیز فارسی زبان دیگه‌ای دارن تماشا می‌کنن به غیر از بچه‌های از افغانستان، باید بگم که من زیاد با بچه‌های افغانستان همکار بودم و حالا دوست بودیم و اینها. توی هر کاری که بهشون میدن ببینید فرزن سریعن. یعنی اگر مثلا چرخکار هست، دیدی مثلا ما یه دقتی داریم توی دوختن، اینجوری هستیم، ببینید اینجوری خیاطی میکنیم، اونا بعد صحیح و تمیز و قشنگ میدوزن و چشمت نمیتونه ببینه این چرخه چجور داره کار میکنه، اون لباس دوخته میشه. حالا این خیاطیه که من دیدم. تو کارهای دیگه هم خیلی سریعن ماشالله، باریکلا. مرکز خدمات کاریابی دفتر هلپ و همکاری ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات نیز با برقراری ارتباط با شرکت‌ها، مؤسسات، فابریکات و دیگر مشاغل،
افراد دارای مهارت و دانش را به آنها معرفی می نمایند و زمینه استخدام آنها را فراهم می کنند. کوپراتیف خدماتی اقتصادی بانوان در سال 2012 در ولایت هرات شروع به فعالیت نمود. این کوپراتیف که در واقعیت یک مارکت مخصوص فروش تولیدات بانوان برای بانوان می باشد، بازار مناسبی برای تولید کنندگان محلی است. بانوان و فامیل های محترم از فضای آرام و مناسب قدردانی نموده، از اتاق کانفرانس برای سمینارها و از فضای راحت کافه بانوان استفاده می کنند. همچنین این مرکز فضای مناسب آموزشی برای بانوان می باشد. لباس های محلی و سنتی هرات. دینگ دینگ عاشق اینجا. لباس های محلی و سنتی هرات خاص است. لباس مردانه شامل پیراهن و تنبان با یخن خامک دوزی شده همراه واسکت می باشد. و لباس محلی زنانه شامل تنبان خامک دوزی فراخ و چیندار همراه پیراهن گلدار است. آشپزی و غذاهای محلی بخشی جدا ناپذیر از رسم ریشه‌دار مهمان نوازی افغان‌ها را تشکیل می‌دهد. ولایت هرات از جمله ولایات مشهور کشور بوده که دارای غذاهای سنتی متنوع می‌باشد. شیریخ هراتی یکی از خوراکی‌های لذیذ در ایام گرماست. شیریخ از لبنیات حیوانی از قبیل شیر، قیماق، شکر و دیگر مواد طعم‌دهنده تولید می‌شود. شیریخ فروشی ها این خوراکی را در میان ظرف های مخصوص که اطراف آن با یخ پر شده تهیه می کنند و بسیار معروف است. بد می کنند داخلش ها. هتل ها و رستوران های بزرگ و مجلل با منوی غذاهای سنتی و لذیذ هرات میزبان گردشگران می باشند. دیدید چقدر لوکس و قشنگ و باصفا میزبان گردشگران می باشند. خیلی قشنگ بود، خیلی حس خوبی بهم داد، یعنی انقدر حسش قوی بود که بوی چمنای اونجا رو داشتم حس می کردم، انقدر زنده بود تصویره. باریکلا موسیقی محلی و سنتی مهمترین بخش فرهنگی هراتی ها را تشکیل می دهد. رباب. در قدیم و در سماوری های هرات نواختن موسیقی محلی توسط هنرمندان شوقی و کسبی مروج. هنرمند استاد. تئاتر هرات نخستین تئاتر در سطح کشور است که در سال 1301 خورشیدی تأسیس شد. نمایشات زنده اکثرا در روزهای جمعه از سوی هنرمندان برای شهروندان و سایر علاقمندان ارائه می شود. صنایع دستی، فرش‌های دستی، گلیم بافی، خامک دوزی، شال بافی و سایر هنرهای دستی وای وای چه خنکه. نه گرممه، خنکیش رو فقط میبینم. خیلی خوشگله بچه ها. ساکنان این دیار آنچنان ارزشمند بوده که هنوز هم در میان صنایع دستی جهان سرآمد است. قالین بافی، پوستین دوزی، شهر بافی، خامک دوزی و مکروم بافی از جمله صنایع دستی هرات است. همچنان یکی از قدیمی ترین حرفه های سرزمین ما صنعت بومی شیشه سازی و شیشه گری است که بیش از 3000 سال عمر دارد. بچه من عاشق اون قسمتی از شیشه گری هستم که توش فوت میکنم. بعد شیشه بود میکنه، بعد همون مدلی میمونه. خیلی عجیبه نه؟ نه. عجیب است. شیشه گری دستی نه تنها یک هنر بلکه یک فرهنگ نیز میباشد. دقیقاً. در هرات مناطق تفریحی و پارک های زیاد نیز وجود دارد که بیشتر خانواده ها و جوانان در روزهای رخصتی و شبها برای سرگرمی به پارک ها می روند. کاش نشون می داد. سالانه در هرات برنامه های فرهنگی و هنری از جمله نمایشگاه ها، نمایشگاه دو سالونه مینیاتور، نمایشگاه نقاشی،
نمایشگاه بزرگ کتاب، نمایشگاه های صنعتی و نمایشگاه بزرگ مطبوعات چاپی در حوزه غرب و همچنان جشنواره هایی مانند جشن دهقان، جشن بین المللی فیلم زنان، جشنواره های قضا. واقعا بچه ها فرش قرمز دیدید؟ جشنواره هایی مانند جشن دهقان، جشن بین المللی فیلم زنان، جشنواره های غذای سنتی و جشنواره انگور برگزار می شود. مسجد جامع بزرگ شهر هرات به پنجمین مسجد جامع بزرگ جهان شهرت دارد که یکی از شگفتی های این مرز و بوم است. Hey.